خب سلام عرض میکنم خدمت همه فالوورای عزیز دیروز یه پستی گذاشته بودیم در مورد این قطعه که وصلش کرده بودیم به این قسمت بالای کمپرسور گفته بودیم که این قطعه چی هستش خب میخوام امروز در مورد این قطعه باهاتون صحبت بکنم این قطعه اسمش اوورلود هستش خارجی ها بهش آی پی هم بهش میگن وسیله حفاظتی که حفاظت میکنه از کمپرسور خب چند تا نکته مهم خوب گوش بدین اوورلود ها در دو نوع ساخته میشن اولیش که اینجوری هست اکسترنال هست که بیرون کمپرسور قرار میگیره و میخوره وصل میشه به کام به کام کمپرسور یعنی سر مشترک سیمبیچ اصلی و کمکی کمپرسور و اون طرفش هم که فاز میدیم میره به سمت کلید مینیاتوری نوع دومش که اینترنال هستش و داخل خود خود فضای کمپرسور از داخل در کمپرسورهای های هرمتیک قرار میگیره و معمولا اونایی که داخل هستن رنگشون شیشه ای هستش و کاری که انجام میده حفاظت میکنه از بالا رفتن بیش از حد دما که معمولا بین 105 تا 130 درجه اگر دما بیشتر بشه داخل کمپرسور مدار ما رو قطع میکنه در واقع فاز رو قطع میکنه کار دومی که انجام میده اگر جریان بیش از حد اون مقداری که مجاز است برای سیمبیچای کمپرسور ازش عبور بکنه مدار ما رو قطع میکنه درست شد این از این این قطعه هم که بیرون قرار میگیره این قسمتش فلزی است فلزیه میشینه روی خود کمپرسور خب فلزی میشینه روی خود قسمت کمپرسور البته این اوورلود برای این کمپرسور نیستش برای کمپرسور دیگری هستش میشینه روی کمپرسور علاوه بر اینکه در مقابل افزایش جریان حفاظت میکنه کمپرسور رو دماشم وقتی که میره بالا میتونه حفاظت بکنه شما اگر یه فندک بگیرید اینجا اگر که شما اینجا الان با یه بیزر بزنید می بینید که بیزر به صدا در میاد این زیرش یه مقدار فندک بگین حرارت بدین مقامتش افزایش بده میکنه و جدا میشن پلاتینای داخلش و باعث میشه که دیگه این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه بیزر نمیزنه حالا یکی از دلایلی که کمپرسور اوورلود میکنه این هستش که سیمپیچای کمپرسور همونطوری که این داخل تصویر میبینید معیوب شده باشن البته این کمپرسور سیمپیچاش سالم هستش به نظر شما به نظر شما چه دلیل دیگه ای وجود داره که کمپرسور پروفسور اوورلود بکنه اگر که عزیزی باشه که بتونه همه موارد رو کامل توضیح بده دوره تعمیرات و نصب کولر گازی رو با 80 درصد تخفیف تقدیمش میکنیم فقط و فقط برای پنج نفر خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشید